بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص وضعیت پدافندی که سوال کردین، وضعیت پدافندی نسبت به وضعیت آفندی سختی‌های بیشتری داره. در وضعیت آفندی خب نیرو چون دائم در حال حرکت، دائم هجوم میاره، خیلی به اونایی که سختی‌های کار، فشار کار، بی غذایی، کمبود خواب، اینا خیلی خودشو نشون نمیده یا فکر خانواده بودن فلان اینا. اما وضعیت پدافندی وقتی میشه یه سری محدودیت ها اینجور بعد این آدم ایجاد میکنه، بالاخره طرف وقتی یه جا قرار استقرار پیدا بکنه، ذهنش، فکرش دنبال خانواده هست، بعد از بیکاری که خودش ایجاد میشه، آقا من قرار بیام اینجا بیکار بشینم، میتونم برم زندگیمو برسم، به کارام برسم. این یه سری آسیبایی الان به کار ما زده. یعنی خیلی دوستانی که از مناطق مختلف، دوستای دفاع وطنی مثلا از ترتوز، از لازقی میان، اولین حرفشون اینه آقا ما قرار اینجا باشیم، میریم تو منطقه خودمون، منطقه خودمون هم ناامن، اونجا وای میستیم، چرا ما اونجا بیکار هستیم؟ هرچند که الان ما محیطی که برای دوستان ایجاد کردیم، سعی کردیم هر شب رو ما برای اینا برنامه داشته باشیم، ببریم توی خط، تو مناطق خط شب بخوابن، برنامه کار شبانه، رزم شبانه برای اینا داشتیم. یعنی برنامه‌ای که خیلی معطل نشه، یعنی تقریبا اکثر شباشون رو پر کردیم. خب اینا هم برنامه‌شون اینجوریه کلا، تو اکثر کشورهای عربی اینجوری از شب تا نزدیک صبح بیدارن، صبح می‌خوابن. ما همین برنامه برای اینا داریم، معمولا تا 2-3 تا 4 صبح، بعد وقتا تا 5 صبح با اینا تو خط کار داریم، بعد میان دیگه صبح می‌خوابن تا نزدیک ظهر می‌خوابن و دیگه اون روز سن روز بعدش تموم میشه، عملا تا فکر و خیال مثلا خونه و خانواده بکنن. اما خب محدودیت‌هایی رو برای ما ایجاد می‌کنه، به جهتی که خدمت شما عرض بکنم که نیرویی که تو وضعیت پدافندی همه چیش باید به راه باشه، آبش، دونش، به جدی وقتی آبش به موقع نرسه میاد میگه آقا من آب ندارم، تو خط خود درگیره فلان، ولی مثلا نونش نباشه سر وقت میاد میگه آقا من نون ندارم، من فلان ندارم. یعنی این یه سری محدودیت رو برای ما ایجاد میکنه، هرچند که خب جبهه اینجوری دیگه، حالا خوشبختانه متاسفانه به علت وضعیتی که ما داریم، ما الان مشکلی از نظر وضعیت هجوم نداریم. یعنی الحمدلله هم توان رزمی ما، هم توان عده ما مهیا این منظور هست. اما مشکلی که هست بعد تصرف که ما جبهه بعدی رو میخوام باز بکنیم، نیروی برای تثبیت نداریم. یعنی ارتش که باید یه توان بالایی داشته باشه بتونه مناطق رو تثبیت بکنه که بعد نیروهای دفاع وطنی ما یا همون بسیج ما بتونه پیشروی بکنه، مناطق رو بگیره، وجود نداره. چون وجود نداره ما محدودیت داریم. بخاطر همین الان کلا وضعیت پدافندی شد. البته وضعیت پدافندی نه اینکه پدافند صرف بکنه، تو همین وضعیت پدافندی ما پدافندی رو به سمت وضعیت آفندی هم سوق دادیم. مثلا یکی از کارهایی که انجام میدیم شناسای رزم هست، شناسای شبا میفتستیم برای شناسایی، برای کسب اطلاعات منطقه، وضعیت منطقه. نوع برخورده هم که با مناطقی که الان شناسایی میشه چند جور است، یا محل تجمعش ما شناسایی میکنیم با گوله، توپ یا ادوات میزنیم، مناطق ترددشون رو، روش دوم مناطقی که تردد میکنن ماشیناشون میره ولانزا، شبها و یا بعضی از روزها کمین میذاریم و یا مینگذاری و بمبگذاری میکنیم، و روش سوم هم روش دستبرده که اتفاق افتاده ما هجوم میاریم، منطقی که اینا تجمع دارن یه عملیات انجام میدیم، میزنیم اینا رو نابود میکنیم، دوباره برمیگردیم تو منطقه خود، که ما با از این فرصت استفاده بکنیم اینها رو خسته بکنیم. یعنی کاری که تا به حال اونا با تاکتیکای خودشون علی ما انجام میدادن، ما الان میایم مثلا یه جاده رو که اینا تعداد میکنن با قناسه ناامن میکنیم، اینا باعث میشه اینا خسته بشن. همین کار ما باعث شد که اینا تحریک شدن، مثلا دیروز یه عملیات انجام دادن با 150 نفر کلی ماشین و نمیدونم موتور اینا، ولی خب خوشبختانه شما با قدرت چیز زدیم، حدود 15 تا کشته زخمی دادن، از ما یه نفر شهید شد، یه نفر زخمی، ولی خب اونا مجبور شدن عقب نشینی کنن، فرار کنن. یعنی ما با این فرصتی که الان برام پیش اومده، فرصت پدافندی، اینو پدافندی صرف نکردیم، یعنی استفاده کردیم از این وضعیت پدافندی، در حین پدافندی کارهای آفندیمون رو انجام میدیم، نیروها رو میفرستیم تو خط، کمین میفرستیم، گشت شناسایی میفرستیم و کارهای اینجوری رو داریم انجام میدیم. یعنی سعی کردیم نیرو تو یه جا نمونه، فکر خیال بکنه، فکر خانواده‌اش باشه، آقا من 20 روز اومدم، 15 روز اومدم، باید برم خونم فلان زاد. یعنی این فضا رو چیکار کردیم؟ کم رنگ‌تر کردیم، سعی کردیم نیرو بیشتر درگیر کار باشه، بیشتر یعنی سر شلوغ باشه تا چی باشه. شب هم که میگم اینا چون عادتشون اینه شب ها بشینن، ما شب ها رو خدمت شما هستن با اینا کار میکنیم، روز هم که استراحت میکنن مثل بقیه مناطق فلان اینجا. سویچ ماشین روی کمد آیا زحمت چه بکش، همون کمدی که وسایل ما هست. آره خدمت شما عرض بکنیم که
اما با همه این تفاصیلی که وجود داره وضعیت پدافندی سخت‌تر از وضعیت آفندیه. میگم وضعیت آفندی نیرو چون دائم در حال درگیری هست، پیشروی میکنه، خیلی سختی کار، فشار کار، بقولم که بی غذایی، بی آبی اثر نمیکنه. اما وضعیت پدافندی نه، همه این مشکلات و مکافات خودش رو داره. و خوبیش اینه که نیروهای ما چون به صورت گردشی هم جابجا میشن، معمولا هر 25 روز جابجا میشن، خیلی این نیرو مثلا یه جا نمیمونه که وضعیتش چی باشه. یعنی نیروهای دفاع وطنی که ما هستن دیگه حد اکثر 25 روز با ما هستن، جابجا میشن، که این خودش بازی مزیت است برای نیروها که توی یه منطقه خیلی استقرار نداشته باشن. هرچند خیلی از این دوستانی که الحمدلله ما با اینا کار میکنیم قبلش آموزشیده خود ما هستن تو ایران، آموزش ما، یعنی چون ما رو میشناسن خیلی راحت‌تر با ما کار میکنن و با رویات ما آشنا هستن. ولی در کل بچه های خوبی هستن، بچه های نسبت به خود ما آدم های صبورتری هستن، آدم های خدمت شما عرض کنم که خیلی توقع بالایی ندارن، یعنی با کمترین امکانات چی میکنن. فقط بیشترین مشکل اینا دو تا چیز هست، اگه دو چیز نباشه جبهه تعطیله. یکی سیگار هست اگه وجود نداشت، یکی هم مته. درست حسین؟ صحیح؟ اذا ما فی دخان و ما فی مته جهاد تعطیل. آره این دو تا قضیه انشالله همیشه آماده باشه اینا ماشالله. یعنی سیگار و یه دونه گیاه ظهوراتی هستش، گیاهانی هستش که مثل چای دم میکنن میخورن، این دو تا اگه به راه باشه اینا خیلی شکایت نمیکنن. یعنی آب و دون هم نداشته باشن خیلی شکایت، ولی اینا اگه روبرو نباشه خب شاکی هستن و مثلا چی هست. الحمدلله خب چی هستش مهدی؟ مهدی موتور خودمون رو خاموش کردین؟ موتور خودمون خاموش کرد. الان با اون موتور داره کار میکنه. الان برق داریم ها؟ آره. جاهز؟ مافی مشکل. میگه آرگیل آماده است، میگم اشکال نداره با کشتن آرگیل صحبت میکنیم. بذار همه بدونن که ما اومدیم اینجا موتور شدیم. خدمت شما عرض بکنیم که کلیت کار اینه. الحمدلله میگم کار با این بچه‌ها خیلی راحته. البته میگم چجوری میگم به اینا محبت بکنی محبت میبینی، یعنی سیستم کار اینا اینجوریه. متاسفانه سیستم ارتش اینا به گونه بوده با اجبار و جبر با اینا برخورد کردن، بی احترامی کردن، توهین کردن. بقدر همین الان ما با بچه های ارتش هم که کار میکنه غیر از دفاع وطنی، اونها خیلی شیفته ما هستن. همش مثلا خیلی از ارتشی ها الان میخوان از محور خودشون فرار بکنن بیان سمت ما. میگم ما میبینیم مثلا محور فرد حاج اسماعیل، محور سید شفیع کار میکنیم. چرا؟ فقط احترام کردیم، یعنی چیزی به اینا نه دستی دادیم نه چی. اینا باید یاد بگیرن، یعنی سیستم نظامی اینا باید یاد بگیره که احترام بکنه به نیروهای نظامی خودش. ولی متاسفانه آروم آروم داره جا میفته. یعنی خود نظامی اینا میگن شما هم فرماندهی میکنید ما هم فرماندهی. مثلا چند تا از این سرهنگا سرتیپاشون که ما باشون رفیق هستیم صحبت میکنیم، میگه شما هم فرماندهی میکنید ما هم فرماندهی. فرماندهی ما با تحکم، اما فرماندهی شما رو قلب بچهای ماست. حضور داشته باشین نداشته باشین، بچهای شما ما کار با شما باشن کارشون انجام میدن، ولی ما با تحکم بکنیم. یعنی خودشون به نتیجه رسیدن که نوع برخوردهاشون برخوردهای صحیح نیست. میگم این لازمش اینه که یعنی زمان طولانی میطلبه تا این فرهنگ جا بیفته که احترام بذاره. مثلا خود ما تو مسیرهایی که میریم اینا ماشینای ارتششون با سرعت میرن بی اعتنایی به مردم ولاده، ولی ما میریم مسیر آرومتر میریم. یعنی اگه مسیر مثلا گرد خاک باشه، جاده خاکی باشه، خیلی آروم میریم، مردم گرد خاک نخورن، به هر کی رسیدیم سلام میکنیم. یعنی مردم با همین برخورده به ما اعتماد کردن، اعتماد مردم نسبت به ما خیلی. یعنی اینا لازمش اینه که خورده با این بچه‌ها کار بشه، با دوستان نظامی که اینجا هستن این فرهنگ براشون جا بیفته که شما اگه احترام بکنید احترام میبینید. متأسفانه سیستم کارشون اینجوری بوده، سیستم بسته خیلی تحکمی برخورد کردن. میگم این چیز عجیب غریبی نیست، ارتش خود ما هم همین بود زمان رژیم پهلوی. یعنی سیستم ارتش اینجوری دیکته کرده شما باید با مردم اینجوری برخورد بکنید. ولی خب الحمدلله جمهوری اسلامی ایران اسلام گفتم رعفت داشته باشین، ما باید اینا رو به اینا یاد بدیم. یعنی مشکلی هست که یعنی عمدتاً چیزی که ما بتونیم جا بندازیم همین رو به اینا یاد بدیم که اینا به مردمشون احترام بذارن، خیلی از مشکلات حل میشه. و حضور بچهای ما عملیاتی که انجام شد، مثلا خیلی از منطقه همین منطقه ذهبی که ما هستیم، ما زمانی که عملیات کردیم یه نفرم توش نبود، الان اکثر اهالی برگشتن. یعنی احساس میکنن امنیت برقرار شد. یا هوریبلی که ما محور اصلی ما هست، خیلی از آدماش نبود، الان بسیار از مردمش برگشتن. بعضی از روستا تقریبا اکثر مردمش برگشتن که مناطق آزاد شده، چرا که مردم امنیت میخوان. این امنیت آسایش وقتی براشون مهیا بشه میان سر خونه زندگیشون، کشاورزیشون، دامداریشون، فلان اینجا کاراشون انجام میدن.
اکثر مناطقی که الان ما هستیم جنوب بیشتر وضعیت اقتصادیشون از طریق کشاورزی و دامداریه. کشاورزیشون هم بیشتر گندمه که تقریبا جزو بهترین گندم‌های دنیاست. علتش هم به خاطر اینه که گندم و اینا نه با سم تولید میشه نه با کود. طبیعیه. هم از نظر اندازه مقیاس که نسبت به گندم‌های جمهوری اسلامی ایران بیشتره، هم از به خاطر اینکه طبیعیه. متاسفانه ما اونایی که گندممون رو به خاطر اینکه کود استفاده می‌کنیم، به خاطر اینکه مثلا سم استفاده می‌کنیم یا دستکاری کردیم تو این بذر و نظام، اینا باعث شده که گندماشون گندمای معروفیه. پستهشون معروفه، پسته حلب معروفه. باقای پسته وسیعی اینجا دارن. خدمت شما عرض بکنم بادام دارن، انگورای خیلی خوبی دارن. یعنی کشاورزیشون اینه. دامداریشون هم اکثرا خدمت شما عرض بکنم که گوسفنده. خیلی کم گاو دارن. اکثریت دامداریشون گوسفنده که از همین زمینای زراعی چرا میکنن و بلان اینجا زندگیشون دارن میگذرونن. این وضعیت کلی مردم هستش اینجا. کلا وضعشون مثلا تو روستای محرومشون امکاناتشون خیلی خوبه. تقریبا میشه گفت تو اکثر روستاهای حتی دورافتاده‌ترین مناطقشون من رفتم برق نمیدونم. الان همین مدرسه‌ای که بچه‌ها توش هستن، ما نمونه مدرسه تو خیلی از مناطق شهری خودمون نداریم. واقعا نداریم. برقی که ایجاد کردن، نمیدونم امکاناتی که آوردن، تلفنشون، امکاناتشون، یا بعضی از ساختمان‌ها ویلایی که تو این روستا الان پیدا میشه، نمونهش لنگه شما توی ایرانمون نمی‌بینیم. اینقدر شیک با همه امکانات، همه سنگ و تجهیزاتی که هستش. یعنی این نبود که دولت نرسه. دولت یکی از کارهایی کرده، محرومیت زدایی کرده، اما احترام نذاشته. مشکل این بوده. یعنی مردم در کنار فقط نون نیست که مردم رو با اونایی که آروم میکنه، همونقدر احترام هم که بهش بذاری این خیلی میگم. چون سیستم خاصی داشتن، سیستم بسته‌ای داشتن، اصلا سیستم حزب بسته، سیستم بسته این نمونه حالا تو عراق بوده. این سیستم باعث شده که با مردم خیلی خوب تا نکردن و الان هم به اشتباهشون پی بردن الحمدلله. یعنی برگردوندن، به مردم احترام میذارن. یعنی نمونه این چیزا هستش که شاید هم هدفی دنبال نمی‌کردن، یعنی هدفشون نبود که مثلا بخوان بی احترامی بکنن، ولی خب نوع برخوردشون بود که برای مردم بی احترامی تداعی شد و چیزایی که هستش. یعنی تقریبا همه امکانات تو تمام روستاشون آسفالته، تو تمام روستاشون